لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و توی مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکرده، باید موضع بگیرن. بابا موضع بگیرن، همه جا دنیا موضع میگیرن. توی انگلیس دولت کامرون سر کار بود، بلافاصله گفتش که آقا سر این قضیه شوخی نداریم ما. تمام سر تا سر بی بی سی و غیره هم بحث این بود که آقا شورش چه سری دزد و اینا نشون میدادن، که اون موقع یه آدم فقط پیرمردی من گفت آقا اینا فقط شورشگر نیستن، بس یه بچه سیام هستن که بهشون ظلم شده. تو همین بی بی سی فارسی خانم شهرام طبری براشون آوردن که گفت اینا جنایتکارن، مثلا همه ما حرف نجات پرستانه زد. اون سیاها تو محلهاشون قاچاق و اینا خیلی زیاده، خب مثلا اگه یکی میرفت دنبالش به عنوان نجات پرست مثلا برن بگیرنش. ولی بلافاصله حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حتی احزاب چپ بیرونی، حزب سبز، هر کسی که میخواست یه موقعی وارد پارلمان شه، بدو بدو اومد آشوب رو محکوم کرد. هیچ جای دنیای شما نمیتونی هم خدا رو بخوای هم خرما رو بخوای. هیچ جای دنیا وجود نداره که تو بخوای هم جزء سپهر رسمی سیاست باشی و توی انتخاب شورای شهر و انتخابات اینور اونور شرکت کنی، حق چه میدونم داشتن مجوز روزنامه داشته باشی، و هم بگی آقا آشوب اشکال نداره، اینا بچه‌ها حق دارن. هیچ جای دنیا زمانی که ماشین آتیش زده میشه، موتور آتیش زده میشه، آشوب اختشاش، خب یعنی امنیت شهری از بین میره، شوخی باهات ندارن. یا تو محکوم میکنی موضع میگیری، یا دیگه میری بغل اپوزیسیون وای میسی که دیگه چه میدونم بعد بالا سر ام آی 5 میاد بالا سر نگاه میکنه و به عنوان خرابکار نگاه میکنه و رو سرت رصد داره. تو نمیتونی تو ایران انتخابات بعدی مثلا بیای بگی آقا من میخوام تو انتخابات شرکت کنم، شورای نگهبان نذاشته. نه خیلی واضحه، اگر موضع نگرفتی شورای نگهبان تو ابد و ده دیگه نباذاره تو بیای توی انتخابات. خیلی واضحه امنیت شهری ایران در خطر بوده 16 روز 17 روز. اگه جنگ داخلی میشد چی؟ اگه در زاهدان به جای اون 10 تا اسلحه یه دونه چه میدونم دو تا وانت دیگه میومدن، تو کردستان همینطور، اگه کار به جنگ شهری میکشید چی؟ اگه یه دونه بمب وسط اصفهان منفجر میشد چی؟ تو مسئولش بودی، تو محکوم نکردی. تو دیگه غلط میکنی میخوای پاتو توی انتخابات مجلس و شورای شهر رو ریاست جمهوری بذاری. آقای همتی کجایی تو؟ آقای علی لاریجانی، ما 6 تا 4 تا 5 اسپیس داشتیم، بچه های اصلاح طلب اومدن گفتن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. جمهوری اسلامی که به علی لاریجانی دیگه اجازه نمیده، این چه اصلاح؟ آقای لاریجانی شما تو مجمع تشخیص مصلحتی هنوز که هنوز قدرتی که توی نظام داری، اگرچه در ریاست جمهوری نیامدی، قدرت نزدیک 1,000,000 علی علیزاده است. 1,000,000 غیر خودی مثل من رو بذارن رو هم دیگه، اندازه علی لاریجانی قدرت نداره. چرا موضع نمیگیری؟ چرا موضع نگرفتی توی این دو هفته و خورده ای؟ آقای عارف شما کجا بودی؟ آقای عبتی شما کجا بودی؟ آقای اون اصلاح طلب که باز میخواییم برگردین، یعنی چی؟ بعد آقای جبلی میره سعید شریعتی رو برمیداره میره اونجا، شهاب طباطبایی رو برمیداره میبره اونجا، محمد فاضلی رو برمیداره میبره اونجا. چقدر بیچارگی و ذلالت! کسانی که حتی کل قضیه رو محکوم نکردن و رو بحث امنیت به این اولین اصل نایستادن رو باز چی رفتی کاسه گدایی جلوشون باز کنی؟ از چیشون میترسی؟ یعنی الان جامعه 85 میلیون نفری ایران اگه بخواد گفتگو کنه فقط همین 4 تا آدمو داره که هر جایی که بوده مقابل ملت وایستادن. برام این حرف آقای خامنه‌ای از نظر من خیلی حرف دقیقیه. و 17 روز گذشت و شما یادتون باشه از چپ و راست، چپ و راست، خب روی قضیه خیلی ساده ای که آقا حجاب بد است یا خوب است، اما بعد از امنیت، بعد از امنیت جنگ شهری یاد ند... جنگ چریک شهری رو اندازید، جنگ چریک شهری رو اندازید همتون، همه با هم دیگه، چه دانشگاه سعدی شریف، چه دانشگاه غیره، چه حوزه علمیه قم، چه آخوند به حزب الله انقلابی، چه آدم چه میدونم بی دین و بی خدا، جنگ چریک شهری رو اندازید تو منطقه‌ای که آمریکا اگرچه رفته بیرون اما هنوز که هنوز طمعش هستش، تو منطقه‌ای که اسرائیل گفته که میخوام استراتژی 1000 خنجر را بندازم، تو منطقه‌ای که اسرائیل گفته میخوام ترور پشت ترور انجام بدم، تو جایی که یه دو ماه پیش خودتون عکس زورگیری را مینداختین و میگفت این که آقا خاک بر سر نیروی انتظامی بیورزه که نمیتونه از امنیت شهری ما دفاع کنه، حالا تو این 17 روز کاری کردین با نیروی انتظامی که حالا وایسه ببین
مهر رو ببین، به پایان مهر نرسیده تعداد زورگیا رو ببین، تعداد دزدیا رو ببین، تعداد خفتگیریا رو ببین. خب و این نیروی انتظامی که شما متلاشی کردی از درون و به شکلی اینقدر بین نیروی انتظامی و مردم فاصله انداختی، آیا مگه میتونه از امنیت مردم دفاع کنه؟ 17 روز تو این 17 روز چه هزینه‌ای به جامعه وارد شد؟ امنیت ایران در سطح جهانی زیر سوال رفت و این برای سرمایه‌گذاری یک لگد محکم به ایران بود. امکان خونساسازی تحریم توسط دولت رئیسی که داشت درست کار میکرد و نیاز به انسجام اجتماعی داشت تا حد زیادی به محاق رفت و یک لگد به اون خوردش. بحث احساس امنیت جامعه‌ای که میگه آقا از نظر اقتصادی ما مشکل داریم، از نظر عدالت مشکل داریم، عوضش امنیت داریم، همون امنیت رو هم قشنگ هدف گرفتش. خب که به جامعه بگه اون هم ندارید. خب تیکه 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 در حد یک جنگ تمام عیار اومد به وسط شهر، به وسط خانواده های ما، به وسط ذهن ما، به وسط روان ما و همه رو مورد آسیب قرار داد. و شمایی که از توبره جمهوری اسلامی خوردین و بردین و چاخ شدین و طولاتون رو فرستادین این دانشگاه و اون دانشگاه و خودتون با بورس این کشور رفتین درس خوندین، یک کلمه زورتون اومد که 5 کلمه بگی که جامعه به آرامش نیاز داره. آقای جلایی پور که تو دی 96 نگران بودی همه رو چه میدونم آشوبگر و حیوان و تجزیه طلب میخوندی، یک کلمه نگفتی که آرامش نیاز داریم، ما نداریم. خب و تک تک بقیه‌تون، بعد اینا مجوز حزب هم دارن، حزب اتحاد ملت، حزب توسعه و فلان، تک تکشون دارن کار میکنن، هنوز کنز منافع دارن تو اتاق بازرگانی و توی این کارخونه و اون کارخونه ها، هنوز دارن میگیرن یه خورده که منفعتشون اومد پایین، همه کشیدن عقب منتظر که این آتیش بره بالا بتونن چونه زنی کنن. ای توف به روتون که ذره ایران دوستی و وطن دوستی ندارید، ای توف به روتون که ذره ایران دوستی ندارید. کشوری که 230 هزار تا آدم رفتن زیر خاک، به خاطرش یه میلیون آدمی اومدن که تو دهک 1 و 2 و 3 هن هنوز، خب هنوز دارن خسخس میکنن از اون شیمیایی ها و پای اینجا وای میستن. خونهای همتون تو زعفرانیه و الهیه و فرشته و نیاورانه، یک مقدار از یونجتون کم شد، همتون حاضر شدن ایران به این لحظه برسه، روز 17 هم کارش به جنگ داخلی هم برسه، براتون مهم نبود، یک جمله نتونستین خرج کشورتون کنین. ای توف به روی بیغیرتی تک تکتون که هنوز بعد از 17 روز نتونستین موضع بگیرید.